به دروازه های او با حمد بیایید و به سحنه های او با تسبیح او را حمد گویید و نام او را متبارک خانید آمین امروز خداوند از آسمان شما رو قوتی تازه میبخشه امروز خداوند اینجاست که خستگان رو جانی دوباره ببخشه امروز خداوند اینجاست که به تمام ماتمیان تسلی بده روح خدا ما رو به راههای راستی روح خدا ما رو به مسیرهای سلامتی روح خدا ما رو به مسیرهای کشف کلام خدا روح خدا ما رو بلند میکنه ما رو احیا میکنه ما رو تبدیل میکنه مکاشفه میده وعده خداوند هست که مرد و زن عادل هفتاد بار میافتند اما خداوند افسادگان رو بلند خواهد کرد نام ایساس که تبدیل میکنه نام ایساس که شفا میده نام ایساس که دعای ما رو به آسمان میبره نام ایساس که ما رو لایق میکنه فرزند داشتیم نام ایساس که باعث میشه ما اصلا جرأت کنیم به آسمان سرمونه بکنیم بالا یک قطره از خون او کافیه تمام گناهان تو رو تمام خطایای تو رو تمام اشتباه های تو رو تمام اسارتها ها و تمام لعنت ها تمام بدبختی ها تمام ناله ها و تمام بیماری های تو رو پاک بکنه همون نامیه که خدا به عیسی داد تا هر زانوی در مقابلش خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که تنها عیسی خدا بنده نامی موفق تمامی نام ها موافق تمامی سلطنت ها و ریاست و قوات چرا افسردی؟ چرا نگرانی؟ چرا ناامیدی؟ آنکه زیر اقتدار خدای قادر مطلق می و مینشیند در امنیت خواهد بود بلای در روز تا اون در شب تید در تاریکی به او آسیبی نخواهد رسید از شیر بچه و ما رو افعی خدا او رو محافظت می کند همه روحی که ایسا را پس از مرگ از مردگان برخیزانید همه روح همه روح القدس قادر هست امروز تو را از تمام اون قسمت که داری درد میکشی بلند بکنه تو را آزاد بکنه. پس اکنون پس الان پس امروز پس همین الان به سوی تخت فیض عیسی بدو خوش آمد مجدد به عزیزانی که در میان راه به جمع پیوستن منم تبریک میگم به زنان، به مادران، به دختران سرزمینم به نام عیسی پیشاپیش پیش باشد که فقط یک روز نباشد به عنوان تبریک و یادگار بلکه هویت ارزشی باشد ماندگار در سرزمین ما و خدا را شکر این روزها خوبه هرچند یک روزه و ما ما را به یاد میاره که ارزش آنچه که خدا بهش ارزش داد و ارزش بذاریم و آنچه که برای خود ارزشمنده برای یک فرد مسیحی ارزشمنده و خدا را شکر که ارزش ما در مسیح عیسی تعریف شده است زن و مرد در مسیح یک و داره هویتی مشابه هستن ایاتون باشه داریم درباره قانون های آسمان صحبت میکنیم درباره اینکه خداوند چه قانون هایی رو به جهت شرکت هایی تو زندگی ما داده قانون هایی که ربطی به سقوط نداره قانون های بکن نکن نیست قانون آگاهی از داشتن هاست قانون های تو این هستی قانون های تو میتونی باشی قانون های اینکه خدا چگونه منو تو رو نگاه میکنه قانون های خدا منو تو رو چگونه صدا میزنه قانون هایی که خداوند پیش از بنیاد عالم برای ما در نظر داشت قانون هایی که به ما حق اعتبار و هویت در عیسی میده درباره اینها داریم با هم صحبت میکنیم امروز میخوام بریم مستقیم از تایمی که باقی مونده سراغ موعظه هفته قبل در یک ملاقات صحبت کردیم که رحمت و راستی با هم ملاقات کردند و چگونه همدیگر رو بوسیدن و ثمره عدالت رحمت بود از زندگی اونها و در زمین اونها درباره جایگاه ها صحبت کردیم که وقتی تو در جایگاه میستی و خدا میگه تو این هستی میخوام یک بود دیگه ای از قانونهای آسمان رو با شما صحبت کنم. خدای خالق به واسطه فیض خلق میکنه و ما رو در جایگاه عدالت میذاره و به ما حق میده. خدای فیض به من مجال بودن میده. به تو مجال بودن میده. و این فعل بودن در چه جایگاهی رو بهش میگن عدالت. فیض میگه تو باش. آنچه که هستم میشه عدالت من. و آنچه مطابق همین خدا به من یه حقی میده میگه تو پادشاهی پس این جایگاه منه فیض میگه پادشاه باش پادشاهی جایگاه حق استفاده از پادشاهی رو من باید یاد بگیرم فیض عدالت و حقی که من در این پادشاهی دارم شوهر هستم و فیضی که خدا به من داده فیضی که به تو داده به عنوان مادر به عنوان پدر به تو این جایگاه رو میده که مطابق اون بتونی زندگی بکنیم امروز میخوام یه بودی دیگه ای از این جایگاه رو با شما در میان بذارم تحت عنوان اقتدار از این هفته به بعد میریم به سمت اقتدارها و راجب اتوریتی و اقتدار و قدرتی که در جایگاهی که خدا به تو داده صحبت میکنیم تو الان فقط خواستیم درباره اینکه ایستادن در عدالت امین یعنی ایستادن در جای درستی که خدا تو رو میبینه و درست رفتار کردن یعنی قدوسیت پس خدا میگه تو پادشاهی عدالت درست رفتار کن قدوسیت این دو تا مفهومی بود که با هم صحبت کردیم اما وقتی خدا به من میگه که تو این هستی به تو میگه تو پدری به تو میگه تو مادری به تو میگه تو شوهری به تو میگه تو همسری به تو میگه تو پادشاهی به تو میگه تو کاهنی به تو میگه تو شبانی به تو میگه تو رسولی به تو میگه تو نبی به تو میگه تو این هستی یعنی خدا فیض او را به تو داده فیض شوهر بودن فیض پدر بودن فیض پادشاه بودن فیض کاهن بودن فیض فرزند بودن میگه تو فرزند هستی تمام چیزهایی که خدا به من و تو اعلام میکنه که تو هستی تمام تو هستی هایی که خدا به ما اعلام میکنه جایگاهه و اگر من باور کنم وقتی میگه تو هستی بگم بله خداوند آنچه که تو میگویی هستم پس من هستم از اینجا مفهومی به نام هویت شروع میشه باور آنچه که خدا میگه هستی یک چیزی متولد میشه به نام هویت و حوویت تمام قدرتی که خدا در اقتدارها به ما میده از یک هویت میاد که مفهوم هویت رو تو این روزها ما، هفته هایی که در پیش رو داریم برای شما بیشتر بازخواهم کرد پس ایستادن در جایگاه اقتدار با هویت ما رابطه مستقیمی داره تا من هویت پادشاهی رو باور نکنم نمیتونم تو جایگاه هم درست رفتار کنم ما راجع به چهار تا فرمت صحبت کردیم ایستادن در جای درست و درست رفتار کردن ایستادن در جای غلط و غلط رفتار کردن ایستادن در جای درست اما غلط رفتار کردن و ایستادن در جای غلط ولی درست رفتار کردن تمام اینکه کجا به ایستم چگونه رفتار کنم ایستادن در جای درست برای من هویت منه برای من اقتدار منه واژه ها رو برای شما ذره ذره مثل تمامی این ادبیاتی که تا الان اومدیم بیشتر برای شما باز خواهم کرد میخوام پادشاه و ملکه رو هم دعوت بکنم آماده بشن بیان با اصلا اقتدارشون امروز امروز میخوام با کاشفاتی را کلام برای شما باز کنم که این جایگاه ها رو با یک نگاهی دیگه مرد از این به بعد به خودش یه گونه نگاه کنه زن به گونه دیگه نگاه بکنه هر خدمتی که داری در جایگاه خداوند وقتی عطایای خدا رو ما میبینیم که خدا به کلیسا میبخشه همه واژه عطایا به معنی کاریزما و کاریزما به معنی فیزه تمام آنچه که ما میگیم عطایای تو چیه در واقع بهتره بگیم فیض تو چیه میتونم بپرسم تو چند تا فیض داری میگه من این فیض رو دارم این فیض رو دارم این فیض رو دارم این فیض رو دارم حتی نجات یک فیضه فرزندی یک فیضه اینکه من میتونم فرزند خدا باشم یک فیضه خیلی خوش آمدی پادشاه و ملک یادت باشه تاجت از سرت یکم اون برتر اگه فکر بیستی اوکیه از شما مرسی اگه این شخص تا شوهر بودن و خدا میگه تو شوهری تا این جایگاه رو نشناسه نمیتونه سر سلامت باشه تا پادشاهی رو به عنوان یک هویت نشناسه نمیتونه پادشاه باشه هر کدام از ما که پدر هستیم تا جایگاه پدری رو نشناسیم نمیتونیم سر سلامت برای خانواده باشیم زن همین گونه و مرد همین گونه رابطه مستقیمی با جایگاه و هویت وجود داره و اینکه هویت از کجا میاد اینکه تو کی هستی کیستی من و تو میشه هویت من وقتی خدا میگه تو این هستی این هویت تمام واجه هایی که میگه تو هستی هویت و به من و تو در واقع شخصیت میده و از اون برم دائم میبینیم که شیطان دائم میاد هویت جلی میده که تو هستی چی بدبخت چی مصیبت زده چی تنها چی نمیدونم بیمار و دائم چیزهای منفی رو اعلام میکنه تمام واجه های تو هستی خوب گوش کنی تو هستی همه هویت را خطاب میکنه امروز میخوام یه مقدار راجع به هوشیاری درباره زبانمون و هوشیاری درباره ادبیاتی که درباره خودمون و دیگران اعلام میکنیم داشته باشیم تمام جایگاه هایی که خدا به ما میده به ما هویت میده وقتی میگم تو پادشاهی پس بایستی این گونه باشی که پادشاه باید باشد امین, آمین. تو پادشاهی پس من آن گونه خواهم بود که یک پادشاه باید باشد یک ملکه باید باشد امین, آمین. خب وقتی به تو میگن تو چرا پادشاهی؟ دلیلی که باید بیاری اینه که من پادشاه هم چون که خدا میگه تو هستی تو شوهری چون که خدا میگه تو هستی هر کدوم از شما میگه تو مادری چون که خدا میگه تو هستی و تمام این جایگاه ها رو خدا تعریف میکنه. تعریف میکنه. پس با هم بریم جلو. چون که هستم توانایی پادشاهی رو خواهم داشت. خدا موسی رو خطاب میکنه و میفرستتش جلوی فرعون. و بهش میگه که برو و قوم من رو آزاد کن یک مأموریت برو قوم من رو آزاد کن و موسی اعلام میکنه خداوندا من تو رو نمیشناسم که کی هستی پس اگر از من بپرسن تو کی هستی و کی تو رو فرستاده کی پشت تو ایستاده کی گفته تو آزاد کننده ای کی گفته تو میتونی اینها رو آزاد کنی کی به تو گفته تو میتونی برای اینها برکت باشی کی به تو گفته تو میتونی پدر باشی کی به تو گفته تو میتونی مادر باشی کی اصلا تو رو فرستاده کی پشت تو خواهد بود موسی داره میگه من بگم کی پشت سر منه کی به من گفته تو این هستی من یه دلیلی بیارم بگم خودت اومدی میگی من این هستم وقتی در واقع خدا من شروع میکنه چیزی رو به تو اعلام میکنه حمایتش هم همراه تو میاد وقتی خداوند به تو برکت شوهر بودن را میده حمایت شوهر هم باید باشه زمانی که تو جایگاهت میستی میگه خداوند تو گفتی من شوهرم پس من خواهم بود پس چون که من خواهم بود خدا تو رو برکت میده تا شوهر باشی یعنی آنچه که خدا میبینه به عنوان سر سلامت سلامت باشی میگه تو پادشاهی پس خداوند تو رو برکت میده تا تو اون پادشاهی باشی که باور کردی که من هستم خدا به موسی میگه که برو بگو هستم آنکه هستم پس اگر من میخوام امروز بدونم که کی هستم باید برگرده به هستم خداوند میگه برو بگو از من بپرسن که چه کسی تو رو فرستاد با چه اختداری با چه ای با چه پشتیبانی با چه دلگرمی با چه شهامتی با چه جرأتی تو داری میای اینجا حرف میزنی میگه برو بگو هستم آنکه هستم مرا فرستاده خب چه ربطی به من داره چون که هستم من روی تو میاد من به تو گفتم تو موسی اقتدار من رو زمین هستی چون من مقتدر هستم پس تو به عنوان شخص مقتدر برو و اون چی که ازت میخوام من میگم تو پادشاهی پس برو اون که پادشاه عمل میکنه رفتار بکن من تو را میفرستم و اینجا خداوند میاد به موسی میگه بیا برو و این کار انجام بده تمام جنگ ها جنگ های اقتداره چیزی که بیشتر از هر چیزی تو مشاوره ها میشنوم اینی که من نمیتونم من نیستم من نمیکشم من دوام نمیارم نمیتونم نمیتونم نیستم کلام خدا میگه نگو من نمیتونم خب نمیتونم وقتی نمیتونم چی بگم بگم میتونم میگه ضعیف نگوید من ضعیف هستم پد چی بگه؟ بگه قوی هستم میگه دقیقاً بگو که من قوی هستم چرا بگه قوی هستم وقتی نیستم؟ میگه چون که من دارم به تو میگم خب, خب من ندارم من نمیتونم فیز من تو رو کافیست کی به تو گفته پادشاه بشی؟ خداوند اصلا کی گفته تو اینجا بیستی؟ خداوند خب آیا یه فیض نیست؟ فیض من تو رو کافی است من وقتی اینجا رو به تو دادم تمام اقتدار پادشاهی کردنم به تو دادم و تو رو هم حمایت میکنم وقتی در جایگاه درست میسی و درست عمل میکنی فیض شوهر بودن رو من به تو دادم بعضی مواقع زنها آره من نمیتونم من انگار تو احساس ما تو خونه من هیچی نیستم نه کسی با من مشورت میکنه که نه کسی از من سوال میکنه نه اصلا بودن و نبودن هم مهمه انگار نیستم این جملاتی که شیطان دائم به تو میگه تمام جنگ ها جنگ های اختداره که تو سر جایگاهت نیستی هر آنچه که در زندگی میشنوی تو نیستی همون چیزهایی که خدا میگه تو هستی تمام جمله های شیطان رو برعکس کنی جملات خدا رو درش پیدا میکنی اگر میگه نیستی پس هستم نمیتونی پس من میتونم اگه هوشیار باشی از آنچه که شیطان استفاده میکنه میتونی خیلی چیزها رو یاد بگیری مشکلی که وجود داره معمولا توی خانواده ها افراد شروع میکنن اقتدار همدیگر رو زدن تو چه زنی هستی؟ خونه همش به هم ریخته است. بچه همینطوری به هم ریخته است. بچه خودش کثیف کرد جمعش نمی کنی. همش هستی تلفن گوش می‌کنی. همش هستی با دوستا و مادر و این صحبت می کنی. سرت سر تو گوشی چه, چه زنی هستی؟ خیلی حواسمون اون باشه. تو میتونی بگی؟ عزیز من خب خونه برحال دست توه. تو اینجا رئیس خونه هستی نظم خونه آسایش خونه من بیرون میرم پول در میارم تو باید درون خونه باشی اجازه داری اما وقتی میگه که تو چه زنی هستی یعنی تو زنی نیستی یعنی تو هیچی نیستی تو داری هویتش رو میزنی هیچ وقت نیم از کارهای افراد هویت افراد رو بزنیم و این بزرگترین خطاست تو میتونی درباره کار پادشاه صحبت کنی که پادشاه درست رفتار کن اما نمیتونی بگی تو پادشاه نیستی مگه تو پادشاهش کردی که میگه نیستی کسی که گفت پادشاه کسی دیگه است و تو داری اهانت میکنی به آنچه که خدا داره اعلام میکنه میگه این پادشاه تو میگه نیستی مگه تو بهش دادی که داره ازش میگیری اشتباه میکنه بله باید تحصیل کنه بله باید توبه کنه بله باید فروتن بشه بله باید عذرخواهی کنه بله بعد جبران کنه بله اما اجازه نداری پادشاهیشو بزنی و وقتی شروع میکنی در واقع اقتدار زدن داری به خدا داری اعلام میکنی اشتباه کردی اشتباه کردی خدا اشتباه کردی اشتباه کردی گفتی این مرده اشتباه کردی گفتی این پدر اشتباه کردی گفتی این زنه تو اشتباه کردی این جایگاه ها رو خدا تعریف میکنه نه ما و من نباید بیه حرمتی کنم به اون چیزی که خدا داره اعلام میکنه اینجاست که ناخواسته از زبان همدیگه شروع میکنیم زدن تو چه شوهری هستی؟ یا تو چه زنی هستی؟ میگه نه اینکه حالا تو خیلی شوهر خوبی هستی؟ دوباره این هم مال اونو میزنه جایگاه ها رو میزنه بعد زنه دیگه نه تو جایگاهش نمیسته مردم تو جایگاهش نمیسته شیطان میاد این وسط میشینه و شروع میکنه به زنه دیدی تو رو دوست نداره و هزاران دروغ میره اونور به مرده میگه دیدی به اهمیت نمیده به زندگی تو فقط پول تو رو میخواد موقعیت تو رو میخواد شروع میکنه هزار تا دروغ گفتن به مرده و اینجاست که شیطان نشسته بین اینها و داره حکومت میکنه جایگاه زن رو میزنه جایگاه مرد رو میزنه حواسمون باشه بزرگترین جنگ ها جنگ های جایگاهه اما اجازه داری اعتراض کنی اما نه رو بزنی خدا با موسی میگه که تو رو میفرستم و برو موسی میگه من نیستم تو موسی امروز اوکی موسا بشرا همسر موسا رو. امروز میخوایم بریم یه مقدار تو جایگاه های عتیق میخوایم با هم یه سعی بریم پیش فرعون بریم. نه ترسی با هم هستیم نه ترسی نه ترس. ما همه با هم هستیم خدا میگه بیا برو پیش فرعون شروع میکنه هفت تا دلیل میاره که من نیستم من اون شخص مناسب نیستم من اون فرد مناسب نیستم من توانایی این کار را ندارم موسا هفت دلیل میاره که من نیستم خوب گوش کنید هفت دلیل میاره یا بهتر بگیم هفت تا بهانه میاره که میگه من نیستم وقتی تو کتاب مقدس نگاه کنیم این هفته وجود داره نمیخوام بهش بپردازم چون موعظه رو میرم یه مسیر دیگه میره من نیستم خدا میگه تو هستی به تو مس میکنم و توانایی میدم که بری اون چی که از تو میخوام رو بگی و خدا به موسی میگه نگو من ضعیفم میگه ولی ضعیفم میگه فیض من با توه فیض من با توه فیض من تو رو کافیست قوت من در ضعف تو نمایان میشه فیض من میاد تا پادشاهی کنی فیض من میاد شوهری کنی فیض من میاد خدمت کنی فیض من میاد ماموریت خدا رو انجام بدی فیض من میاد که تو خود خدا رو خدمت کنی فیض من میاد تو شبانی کنی فیض ما بدون فیض هیچ کاری نمیتونیم بکنیم چون که فیض به من میگه تو کی هستی فیض میگه تو شبانی فیض میگه تو موسایی فیض میگه تو پادشاهی فیض میگه تو کاهنی فیض میگه تو شوهری فیض هر چی که میگه فیض داره تعریف میکنه که تو کی هستی و شیطان ترس عظیمی از فیض خدا داره فیز تراپی یکی از بهترین های افرادیه که زیر محکومیت گناه و در واقع شرم هستن فیض شفا میده فیض بلند میکنه فیض احیا میکنه فیض حرکت میده فیض پاهای تو رو چابک میکنه که بدوی فیض قدرت عظیم خداست که میاد در ضعف تو نمایان میشه فیز میگه بیا برو میگه اگه من بگم که مکی منو فرستاده من چی بهشون بگم؟ برو بگو هستم اون که هستم میخوام یه قدرتی رو در این واژه با شما در میون بذارم که تو اقتدار تو شفا آزادی تو جنگ روحانی تو شفا توی برکت توی امور و مالی تو هر جایی که واقعا گیر میکنی به عنوان ایمان و میخوای دعا کنی این مکاشفه هستم آن که هستم قدرت عظیمی داخلش هست فقط یک اسم نیست واجه که میگه هستم آن که هستم احیه آشر احیه یا هستم چون که هستم هستم همون گونه که هستم هستم همین که هستم همه اینها معنی آشر میده هستم چون که هستم جالبه که موسا هفت تا بهانه میاره که نیستم خدا میگه من هستم آن که هستم خدا داره میگه هستم آن که هستم موسی میگه نیستم من نیستم میگه من هستم آن که هستم میگه ولی من نیستم اون چی که تو میگی وقتی تو عهد جدید میایم با عیسی روبرو میشیم در انجیل یوحنا عیسی شروع میکنه هفت تا هستم رو عنوان میکنه موسی هفت تا نیستم رو اعلام میکنه عیسی هفت تا هستم رو اعلام میکنه میخوام یکم راجع به این هستم ها با شما صحبت کنم یکی از اونها در انجیل یوحنا با بشی شایی سی تا سی پنج با مردم صحبت میکنه با یهودیا و بهشون میگه که شما فکر میکنید موسا از آسمان به شما نان داد؟ نه بلکه پدر من بود که به شما نان داد پدر من نان داد پدر من نان داد پدر من, داد. پدر من به شما نان داد موسا نان نداد پدر من به شما نان داد و بعد میگه من نان حیات هستم در عهد عتیق من میگه هستم آن که هستم عیسی میگه من نان حیات هستم خدا بعدا میبینیم مکاشفه ای رو شروع میکنه از هستم آن که هستم و رو در طول تاریخ که کی هستم رو عنوان میکنه ایسا از مکاشفه پدر استفاده میکنه و شروع میکنه خودش رو معرفی کردن با هفت تا من هستم من نان حیات هستم من آب حیات هستم من راه و راستی و حیات هستم من در هستم تمام این هستمایی که عیسی داره میگه اما سوالی که به وجود میاد اینه چرا اونجا میگه هستم آنکه هستم اهیه آشر اهیه اما اینجا فقط عیسی یه بار میگه من هستم خب میتونست بگه که من هستم آنکه هستم» هستم این هستم با اون هستم ارتباط داره نه یا یه فعل فارسیه هستم هستی هست هستیم هستید هستنده وقتی عیسی میگه من هستم اینا میگن تو کف میگی چرا من کف میگم؟ چون که داره اصطلاحی رو استفاده میکنه که مال یهوه بود و این یهوه در عهد عتیق خودش رو با هستم مختلف شروع میکنه مکاشفه کردن و معرفی کردن مثلا میگه که اگر میبینی من برکت هستم چون که یهوه باراکا هستم اگر میبینی من شفا دهنده هستم چون که یهوه رافا هستم اگر میبینی که من باز کننده راه هستم چون که یهوه گرا هستم اگر می میبینی من عدالت هستم چون که یهوه صدقینی هستم اگر میبینی من همراه تو هستم چون یه یهوه شمع هستم اگر میبینی من فیس هستم چون یه یهوه فیاض هستم خدا شروع میکنه هستم آن که هستم رو شروع میکنه برکت دادن میگه برکت هم چون که هم. شروع میکنه این هستم رو مکاشفه دادن و با اون چیزی که از خودش نمایان میکنه شروع میکنه هستم مکاشفه میکنه اگر میبینی من برکت میدم چون که یهوه باراکا هستم پس هستم دومش رو به انجام میرسونه که نشون بده چون که هستم اول هستم اگر فیض از من میبینی چون که فیاس هستم اگر شفا میبینی چون که رافا هستم اگر گشایش راه میبینی چون که یرا هستم تمام این چیزهایی که در واقع خدا شروع میکنه از اسامی خودش عنوان کردن که من هستم عیسی ازش استفاده میکنه الان میگه من نان حیات هستم چرا یه بار میگه هستم چون که خود نان حیات یه هستمه این نانی که میبینی چون که هستم این برکتی که میبینی چون که من هستم این راهی که میبینی چون که من هستم این نجاتی که میبینی چون که من هستم این آبی که میبینی چون که من هستم خود اون واژه هستم رو تعریف میکنه و بعدش ادامه میده میگه هستم نان حیات چون من نان حیات هستم هستم آخر یا هستمی که داره اول عنوان میکنه هستم اصلیه چون که ذات من هستمه و من خلاف ذاتم رفتار نمی کنم. اینجاست که وقتی میستی در دعا میگه خداوند تا تو هستی آن هستی خدا خلاف ذات هستمش عمل نمی کنه. تو خدای شفا دهنده هستی پس شفا از تو جاری شود تو خدای یهوه براکا هستی تو نمیتونی بگی هستم اینطوری که نیستم یه بار هستم یه بار نیستم یا هستم اما خستم شخصیت خدا در یک بالانسه و وقتی تو این مکاشفه رو میگیری و با هستم خدا میری جلو خدا رو با هویت و ذاتش رو برو میکنی که خدا از تو خدا نسبت به توی واکنش نشون میده تو هستی چون که تو گفتی هستی پس ما ماور دارم که تو هستی آنکه هستی اینجاست که در دعا دعای تو عوض میشه طریق دعا کردن تو عوض میشه طریق اقتدار خداوند تو گفتی من هستم پس هستم تو گفتی من پادشاه پس من هستم پس مطابق اقتداری که به من دادی تو میگی تمامی قدرت دشمن رو پایمال کنی پس من هستم آنکه تو میگویی من هستم پس به اقتدار نام عیسی امروز گوش کن دیوها برو بیرون چه که خداوند میگه من هستم خدا از هستم خودش داره منو تو رو تعریف میکنه وقتی تو باور میکنه کی هستی یک پادشاه روزمی زمین تصویری از پادشاهی خداست یه پدر تصویری از پادشاهی خداست مرد تصویری از پادشاهی خداست و در واقع از خدا از هستم خودش داره شروع میکنه به ما اقتدار بخشیدن به همین دل وقتی موسی میگه من برم بگم کی منو فرستاده کی پشت منه کی حامی منه بگو هستم که آن که هستم پشت تو هست برو اینو اعلام کن خدا به موسی میگه برو پیش فرعون به تو اقتدار میدم اقتدار از کجا بد میدم من یهوه خدای مقتدر هستم کی به تو اقتدار بخشید اونی که صاحب اقتداره اون گفت مقتدری پس من باور کردم هستم آنکه خدا میگه هست به عیسی میگن تو به چه اقتداری این کار رو انجام میدی من پدرم میگیرم کی به تو اختدار بخشید؟ تو وقتی دعا میکنی به عنوان شوهر دستت خالیه برای خانواده به عنوان پدر دستت خالیه تو خانواده خب کلام خدا میگه خب تو رو باید برکت بده خیلی مواقع تو زندگی برکت نیست چون که زن و مرد با هم متحد نیستن میره مرد دست خالی برمیگرده میره دائم ضرر میاد میره دائم صورت حساب میاد میره دائم جریمه میاد میره دائم چپ و راست بعد پولای بی خود بدن نمیدونه از کجا ببین از کجا چون روابط درون در خانواده وقتی میشکنه برکت خانواده میشکنه زن باید همسرش رو برکت بده و مرد اگه چیزی میاره به عنوان سرکوف بزنش نده آنچه که در دست مرد میاد سمره دعای زنه اگه دست شوهرت خالیه برگرد به دعای خودت چیزی ندادی که شوهر با دست پر برگرده که قراره بیاد تو بیا یه چیزی بده تو خونه درست کنی وقتی تو برکتش نمیدی با چه دستی بیاد به تو یه چی بده درست کنی و شیطان میدونه کجا زنها رو بزنه که واجه استفاده کنن که وقتی مرد میره با دست خالی میره با دست خالی بر میگرده هرچی هم که داشته باید بده که کرایه ماشین و اتوبوس هیچی هم در نمیاره همون که داشته پول همراه رو نقد داده تازه همون هم برگشته با دست خالی با عنوان یک گیماندار ما باید بدونیم توی خونه اگه برکت نیست چرا نیست شادی تو خونه نیست چرا نیست چرا شادی تو شوهرم با غم با اعصاب خرد میاد تو خونه اعصاب معصاب ندارن این مرد. چرا میان تو خونه چه میدونیم؟ واقعا نمیدونید؟ پس بدونید. وقتی کی می میرو برش براش برکت بطلبید. برکتش بده. که با صلح برگرده. با برکت برگرده. محیط کارش، دوستاش، همکاراش، ساب کارش، با مردم که سر کله میزنه. بعد هم تو خونه با بچه ها سر کله میزنم یه فریبه وقتی میشی من من اونم میشه تو تو خدا میخواد که ما زندگیمون رو با هویتمون بشناسیم و زندگی تو تغییر پیدا نمیکنه اگر روش تو تغییر نکنه همه میخوان زندگیشون خوب بشه اما نمیخوان دست از اخلاقی گندشون بردارن همه میخوان خوشحال باشن اما نمیخوان از خشمشون دست بردارن همه میخوان برکت بیاد تو زندگیشون اما نمیخوان لعنت کردن زندگیشون دست بردارن میگن چی که میکاری درو میکنی تمام بی محبتی میکاری بی محبتی درو میکنی خشم میکاری خشم درو میکنی سردی میکاری سردی درو میکنی لعنت میکاری لعنت درو میکنی در ما لعنت مالی تو زندگی اون هست نمیدونم چرا کلام خودم میگه لعنت بی سبب نمیاد دنبال سببش بگرد یا جنگ روحانیه یا یه دلیل توی که تو زندگیت برکت نیست یه جایت واقعا باید توبه کرد مرد زن باید توبه کنن خدا میگه بهت اقتدار میدم من به تو اقتدار میدم برو من به تو اقتدار میدم اختدار یعنی حمایت خدا آیا دوست داری حمایت خدا رو داشته باشی؟ اصلا دعا برای چی میکنی؟ خدای بیا کمک کن یعنی این اختداره یک از معانی اقتدار یعنی حمایت خدا اختدار یعنی امضای خدا اختدار یعنی که پشت تو رو امضا کنه حمایت خدا حفاظت خدا، همراهی خدا، کمک خدا، وکالت خدا همش اقتداره. اقتدار همیشه از بالا میاد. من اقتدار میدم که یا اون پشت بیستن، من اقتدار میدم که دم در میسه، من اقتدار میدم که خدمت میکنه، من اقتدار میدم. من از کجا اقتدار گرفتم از بالا. اون از کجا گرفت همیتون میره تا بالا. میگه پدر سر ایسا. ایسا سر شبان. شبان بر کلیسا پدر اقتدارش رو میده به عیسی عیسی اقتدارش رو میده به پدر پدر اقتدارش میده به زنش زن اقتدار میده به بچه عیسی پدر اقتدار میده به عیسی عیسی اقتدار میده به پادشاه پادشاه اقتدار میده به وزرا وزرا اقتدار میدن به شهردار و فرماندار همه اقتدار از خداست به هیچ اقتداری نمیاد مگه که از بالا باشه عیسی به پیلاتوس گفت اگر از بالا به تو اختدار داده نمیشد یعنی اجازه تو هیچ کاری نمیتونستی بکنی که میدونم تمام اختدار از بالا میاد و وقتی اختدار میاد یعنی که تو کی هستی وقتی باور میکنم عملا در قدوسیت یعنی کار درست انجام میدم باور هویت کمک میکنه که تو درست رفتار کنی یکی از دلایلی که ما درست رفتار نمیکنیم اینه که باور ندارم کی هستم فقط ازش یه اسم بلدم خب میخوایم بریم سراغ فرعون اوکی هستی خب شما هم هارون اوکی مشکلی نیست میخوام بریم سراغ فرعون حالا سفورا تو خونه باشه هارون بیاد خب هارون میگه معاونشه دیگه خب زبان موسا قراره باشی البته خودی زبون داره خب قرار زبون موسا باشی با هم بریم به کاخ فرعون میخوام بریم خروج باب چهار اوکی عزیزانی که راه دور هستیم بریم خروج باب چهار ببینیم چه اتفاقی میفت میخوام یه مکاشفه از اینجا بهتون بدم میره پیش فرعون خب قبل اینکه بخواد بره پیش فرعون دوباره سوالی اینکه که من نیستم خدا داره تمام تلاشش میکنه بهش بگه تو هستی میگه نیستم برای هر نیستمی که موسی میگه خدا یه هستم بش میده میگه من مقتدر نیستم یکی از اونها میگه بعد اقتدار میدم حالا خوب گوش کنید میگه من نیستم میگه اوکی تو نیستی میگه نه میگه من پشتت هستم میگه از کجا باور کنم پشتم هستی از کجا باور کنم به من اقتدار دادی که من این اقتدار رو به عنوان هویت بگیرم که من شخص مقتدری هستم میگه چی تو دستته؟ میگه عصا. اوکی؟ این عصا. بگیرش اینجا همینجا میگه اصا تو بنداز زمین بندازی زمین میگه تبدیل به یه مار میشه اما نه مار خونه قوچلینا این ماره اون هم ماره میگه تبدیل به مار میشه موسی میترسه میاد عقب اینجا دو تا سمبله میگه مار میشه میگه اسا تبدیل شد به مار خوب گوش کنید اسا تبدیل شد به مار این مار سمبل شیطانه اولین سمبل سمبل شیطانه میگه لوسیفر چگونه از آسمان به زمین افتادی اقتدارت از دست دادی چگونه از آسمان به زمین افتادی و مار شدی شدی شیطان یک و بعد بهش میگه که نترس برو رو بگیر از دم بگیر چرا میگه رو بگیر یه پیغام نبوتیه درباره این که عیسی سر او رو میکوبه از نسل زن کسی خواهد آمد که سر او را خواهد کوبید یعنی چی یعنی وقتی سر این رو میکوبه معمولا مار اگر زنده باشه معمولا از سر باید بگیریش اگر دم بگیریش میاد بالا تو رو میپیچه میگیره هیچ وقت نباید ما رو از دمش بگیری همیشه از سر میگیرن چون با دمش زیاد قدرتی نداره ولی چرا برعکس میگه میگه از سر نگیر از دم بگیر چون که سرش رو زده عیسی حالا کی ما رو از دم میگیرن وقتی مرده ما رو وقتی میمیره میتونی از دمش بگیری اینطوری میگیری آویزونه ما رو مرده از دم میگیرن ما را زنده رو با سر گرفت میگه از دم بگیر چی قدرت او شکسته در مقابل قدرت خداوند هیچ قدرتی نداره اون مرده یه پیغام نبوتی درباره عیسی که قرار بیاد و سرش رو بکوبه این یک دو این عصا رو بگیر تو آدم پدر بزرگ مبارک ما هستی ایشونم هم خب هوا همون هوا نشده مادر بزرگ جد مبارک ما بوده خب اتفاقی که افتاد خدا گفت که شما کسی رو زمین رو پرس برای تسلط کنید یعنی اقتدار بهشون داد اما پدر بزرگ ما نمیدونه مشغول چی بود خب این اقتداری رو که بهش داده بودن بگی دستت بندازش از دست داد افتاد دست کی؟ شیطان این ماره اقتدار افتاد دست شیطان میگه وقتی تو اصلا تو انداختی شیطان قدرت گرفت و تو ترسیدی اما نترس من تو رو اختدار دادم برو جلو من سرش رو میکوبم آمین برو دومش بگیر دوباره اصلا رو بگی دستت نه این دیگه نه این ورو اون ورو این داره بازگشت اقتدار و گرفتن اقتدار از شیطان رو پس گرفتن و دوباره به آدم دادن و عیسی در واقع این کار رو برای ما انجام داد حالا میگه با این اصا و خوش تعجب میکنه دو این اصا رو این بر میگه دست تو دا بکن داخله، خب ادا میگه بکن داخل بکن سمت قلب وقتی میاره بیرون میبینه همش برست گرفته برست سمبولی از گناهه سمبولی از قلب آدمیه که باور نداره که کی است گناه سقوط افتادن بر از سمبل گناهه وقتی میاد بیرون اصلا تعجب میکنه موسا دو تا مشکل داشت یه مشکل از بیرون یه مشکل از قلبش خدا قلبش نشون میده و بعد ترسش از بیرون نشون میده درباره اولی راه میده میمونه دومی دست او سمبل قلب او آدم همون گناه رفتار میکنه که قلبش فکر میکنه میگه دوباره بکن داخل اما این بار با اقتدار اقتدار به تو دادم حالا بیار بیرون مینه تمیسه تمیسه این کاری که ایستا رو صلیب برای ما انجام داد پس درون ما رو عوض کرد و به ما اقتدار گم رو برگردوند آمین این بازگشت به اختداره موسی خوشحال میشه نه؟ الان اصلا اقتدار دست تو به زنی زمین و بشکاف زیر پا وقتی به دیوها خطاب میکنی خب به اشاره اختدار اصلای تو باید از تو دور بشه همین؟ پا بر مارها و ها بذاری به تو آسیبی نخواهد تهید چون که هستم آن که هستم اینو به تو گفت تمام آنچه که عیسی در عهد جدید به ما میگه اقتدار داری تمام هستم آن که هستم است. پس چون من هستم آن که هستم میگه من برای دنیا پیروزم پس شما پیروزید من هستم آن که هستم پس شما نیز باش آنچه که من میگویم هستید پس اینجا ما با یه هویت داریم شروع میشیم که خدا من رو چی صدا میزنه میگه تو یوشا پادشاه هستی تو این هستی تو این هستی پس مطابق اقتداری که به تو دادم رفتار کن تو مردی که باید امرار معاش زندگی تو به دست بیاری وظیفه توه چون که تو مردی چون که تو سری خب از کجا تو رو اقتدار دادم در اقتدار خدا حکمت هست و هست مشورت هست حمایت هست پشتیبانی هست همه چیزی که تو لازم داری برای شوهر بودن رو خدا در اقتدار به تو میده ندارم چون که نمیدونم کی هستم فقط یه آقای مذکر نیست این خانم است. مرده پدره و شوهره و خدا تعریف میکنه اینجاست که در واقع تو وقتی باور کنی کی هستی خدا تو رو حمایت میکنه نه اینکه من مردم من میگم چی میگی فقط این نیست اینجاست که بعد تو جایگاه های خودمون بیسیم بعدا به شما میگم وقتی جایگاه ها جا به جا بشه زن بیاد بشه شوهر شوهر بشه در زن میشه ننه آقا خب از چیکار کنم شوهرم نمیکنه در جای اشتباهی ایستادن میوه اشتباه خوردنه هر چی دعا کنی میوه نمیاره و اینجا زندگی شروع میکنه به تلخی زن میخواد مرد باشه مرد میخواد زن باشه موضوع جنسیت نیست جایگاهه میگه تو شوهری تو همسری تو معاونی تو صاحب رویایی رویا شما معاونت کن و خیلی مواقع ناخواست زن ها میان اقتدار از شوهر میگیرن بگید دست خودشون چرا؟ چون که تو ناتوانی تو بلد نیستی تو نمیتونی همون کلام خود میگه بشه برگردم به شوهرم بفرم عزیزم عزیز دلم خدا تو رو برکت بده تو سلامت باشی خود دستنج تو زحمت تو برکت بده آنچه که خوندی رو برکت بده آنچه که تحصیل کردی برکت بده آنچه که تجربه کردی برکت بده برای دعا میکنم که بری با دست پر برگردی که کیف منو پر باشه برم خرید تو برکت ندید کیف خالی میمونه و غور میزنید کیف من خالیه مدتی این چی نخریدم این چی نخوردم با دوستام یه جایی نرفتم خب چرا؟ دیگه غرغر میکنی سر شوهرت و شوهر دائم لعنت میکنی به جای شک گذاری بکنی و برکتش بدی برعکس هم هست میبینی تو خونه هیچ خبری نیست چی داریم؟ خورشت درزعفه چی میخواد؟ برو تو یخچال ببین چی هست. چی میشه؟ زن برای تو خونه هم دلخوشی میخواد. با عشق یه چیزی بپزه. با عشق بچه ها رو جمع کنه. با عشق رو خوششون کنه. با عشق محیط آماده کنه. با عشق خوش آمد بخواد بگه. خب به چه دلیل وقتی دل خوش نداره؟ میگه شوهرم نمیبینه، نمیفهمه، اصلا توجه نمیکنه. این خیالش نیست. البته طبیعی اینطوری مردم زیاد نمیبینه شما زیاد به دل نگیرید شما یه کاری کنید ببینه اگه یه چی عوض میشه نمیبینی هی برو جلوش بگو میبینی منو. عوض نشدم نه همینطور همینطور بودی واقعا خب هیچ چی تغییر نکردم خب ببینید خستگی رو شادی و غم رو ببینید ما با واقعا تمرین کنیم نمیخوام بگم ما بلدیم ما با تمرین کنیم و یاد بگیریم بلد نیستیم چون پدرمون به مادرمون نگاه نمی کرد خب مادرمون هم هیچی خب یاد نگرفتید خیلی هم که شوهر میکنن دیگه اصلا با خودشون با خودشون چرا؟ چرا؟ به خودشون نمیرسن یا مرده زن میگیره دیگه به خودشون نمیرسن چرا؟ واقعا چرا؟ کامنت بنویسید چرا؟ شعر مشارکت کنید. همین چیزی که به دست آوردم دیگه به دست آوردم. پس پادشاهی یه هویتی که پشتش یه اقتداره پس از این به بعد با واژه های عدالت دیگه میدونیم دیگه تو اینجایی چرا اینجایی چون که فیزه خدا فیز داد حالشو به بعد پادشاه اوکی فیزه میگه تو پادشاهی و قرار در جایگاهت در درست رفتار کنی هر آنچه که تو احتیاج داری بهش میگن اقتدار زن خونه احتیاج داره پس اقتدار داره وقتی تو جایگاهت میستی و فکر میکنی برای اهل خانوادت اندیشه میکنی مرد میشینه فکر میکنه برای شادی همسرش برای آینده بچهش فکر میکنه و اندیشه میکنه عملا داره اقتدار خدا رو برای خودش میتنه وقتی هیچ اندیشه ای نداری میگه من تو چه اختیاری بدم وقتی تو اصلا فکری نمی کن. قرار قراره کاری انجام بدی تو جایگاهت فقط دکور صحنه مرد دکور صحنه نیست گلدون نیست که زنم دکور صحنه نیست فقط شمدون قراره کاری انجام بدی وقتی میخوای این کار رو انجام بدی خدا تو اختیار میده میگه برو تمام کنم سه دقیقه قول میدم سه دقیقه قول میدم خب با هارون میرن پیش فر این دستگرمی بود تازه نه موعظه ها. این کاری که کرد دستگرمی بود دلشون رو گرم کرد گو بریم پیش فرعون رفتم پیش فرعون یه قدم بیا جلو سلام نکن به فرعون سلام نداره خب گفت قوم من رها کن و کی به تو گفته میگه یه هوا به من گفته دلش گرمه پشتش گرمه عصا رو دیده دستش رو دیده رو برداشته میدونه اقتدار دستشه جلوی دوره تاریکی میستی جلوی دیوها میستی جمله جای حملات میستی اتک مالی به زندگیت میشه حمله میشه به حال توی خانواده جو داره به هم میریزه کل خونات به دور هم میافتن اینجا تو باید با اقتدار بیستی عمل کنی که حکمت خودش اقتداره اقتدار چیزای زیادی داره فقط فرمان دادن نیست اطمان آدم های مختدر زیاد سرصدا صدا کنن. بیشتر فکر میکنن و بعد تصمیم میگیرن و عمل میکنن میگه حالا اصلا تو بنداز بنداز اینجا دیگه نمیگه مار شد میگه اجده ها شد تو باب هفت چون که تو باب چهار باشون یه تست انجام داد ببینه اصلاح خوب کار میکنه خریده بودیم ببینه درست کار میکنه دیم نه خوب کار میکنه تو خروج باب هفت میگه اثار انداخ میگه فرعون رفت گفت که حکیمان جادوگران ساهران و افسونگران چهار گروه رو دعوت کرد چهار گروه اومدن ایستادن هر چهار تاشون عصاهاشون انداختن چهار تا انداختن زمین میگه همه‌شون شدن اجداها حالا یک اقتدار در مقابل این چهار تا چرا چهار تا چرا چهار تا وقتی افسسیان نگاه میکنیم دنیای تاریکی رو وقتی تعریف میکنه میگه تختها ها، ریاست و قوات تمام اقتدار دنیای تاریکی همون چیزی که بعدا عیسی میگه میگه تمام اقتدار دنیای تاریکی اومدن جلوی ایسا نشستن و همه هاشون رو گذاشتن رو زمین و یک اقتدار در مقابل چهار تا اقتدار یکی در مقابل این چهار گروه از بالا تا پایین تمام قدرت های تاریکی و ایسا داره میگه که میگه تمام اونها رو خل اصطلاح کرد تمامشون رو خل کرد از شیطان و تمامی قدرت های زیر شما را اقتدار بخشیدم که تمامی چهار اقتدار تمامی حوزه های قدرت تاریکی را در هم ببندید پا بر مارها و اغربها بذارید زهر قاتل بخورید به شما هیچ آسیبی نرسد امین میگه چهار تا اجده ها جلوشه حالا میگه اصهاش انداخته دست هارون بود میگه اصها رو انداخته اون هم چهار تا اصها چهار تا قدرت در مقابل یه قدرت میگه فقط این قدرت میگه تنهایی میگه اصهای یعنی اقتدار نمیگه اجده های هارون یا موسا چهار تا اونا رو خورد میگه اسای هارون اصای اونها رو خورد پس اینجا صحبت از یک جادوگری فقط نیست که اینها تبدیل کردن به اجده ها و مار راجب اقتدار صحبت میکنه این اقتداره تمامی اختدارها رو شکست برای چی؟ چون که باور کرد که من کی هستم بالاخره بعد از هفت بار گفتن نیستم خدا هفت دلیل براش آورد که تو هستی چرا هستی؟ چون که تمام حمایت هایی که من از تو می کنم این اقتدار من همراه تو هستم اگر تو نیستی ولی من هستم تو در من هستی پس اگر گفتن کی تو رو فرستاد نگو خودم اومدم بگو هستم آن که هستم مرا فرستاد آمین این مکاشفه ای بود که از اینجا تعریف میشه که قانون های آسمان درباره چیه باور میکنم که من کی هستم شوهر کی هستم پدر کی هستم زن فرزند پادشاه اقتدار شبان من کی هستم هستم آنکه خدا میگه هستی وقتی باور میکنی این اصلا دست توست باور نکنی هیچ اقتدایی نداری چه اصلا نداری اسم داری اما اصلا نداری به خاطر همین میری تو دنیای روحانی اصلا نداری اسای تو باور توست باور تو ایمان توست تمام سرپا بیستیم شکر کنیم خدا من به نام عزیزی سای مسیح که خداوند را اقتدار رو از شیطان پس گرفتی اقتداری که از پدر ما آدم دزیده بود و سر او رو کوبیدی و امروز خداوند اون اصلا اقتدار به کلیسات به من ما تمام فرزندانت فرق نمیکنه کیان به ما اقتدار بخشیدی تو میگی ما را نزد خدای پدر پادشاهان کردی هاللویا ما کاهنین هستیم هللویا پس ما مس شده هستیم مطابق اقتداری که تو تو میگی هستیم میگه تو را فیض بخشیدم هللویا تمامی این های رنگارنگ که خدا به ما داده اقتدار های رنگ تمام جایگاه های رنگ تمام قدرت های رنگ تمام اعتبار آسمانه که خدا به ما داده هللویا و آنچه که عیسی میگه تو هستی هستم چون که عیسی میگه هستم هستم چون که پدرم میگه هستم هستم چه که روالقدس میگه تو هستی از باور میکنم آنچه که خداوند مرا خطاب میکنه که هستم خداوند این معرفت رو به من بده امسال باور کنم که هستم از گیج زدن خداوند آزاد باشم چشمای مرا باز کن به من فهم عطا کن دور خودم تاب نخورم با روح افسردگی زندگی نکنم تو خونه با بیمیلی زندگی نکنم تو خونه با غم و ناامیدی زندگی نکنم روزها میره و پیری و بیماری و ناامیدی میاد به نام عیسی از زندگی من دور بشه من هستم چون که خدا میگه هستی هر آنچه که میگه تو نیستی به قدرت نام عیسی باطل میکنم هر کلامی که میگه تو نیستی به نام عیسی بسته بشه هر چی که میگه تو این هستی من منفی داره میگه به نام عیسی به خودش برگرده خدا من حبیت من رو تعریف میکنه شوهر میگه تو نیستی خداوند میگه من ما می تو هستی اگه شوهرت نمیبینه دعا کن چشماش باز بشه زن میگه تو نیستی خدا میگه من شوهرم دعا کن که هم چشمای همسرت باز بشه وقتی باور میکنی که هستی دعا کنی باز میشه نه اینکه باور نمیکنی و بعد دعا میکنی خدای این شوهرم عوض کن تو باور نکردی تو حرفای اون رو باور کردی که نیستی رو نیستی دعا کنی هیچی درو میکنی به بی ایمانی دعا کنی باور نداشته باشی دعا کنی باد درو میکنی اما وقتی باور دارم آنچه که خدا میگه تو هستی پس هستم آنچه خدا میگه هستم ممنونم من خدا من که این معرفت رو داری به ما میدی که من فرزند تو هستم من پادشاه هستم من کاهن هستم من در تو خادم هستم من در تو هویت دارم ممنونم خداوندا به نام عیسی تمام چی در گذشته با شنیدم که تو نیستی در قدرت خون عیسی همه رو باطل میکنم چه یادم باشه چه نباشه به نامیسه باطل میکنم خداوندا هستم های من رو به من یاد بده به من کمک کن خداوند به باور برسه و مطابق باورم در جایگاه هم بیستم هللویا و شروع کنم زندگی کردم به من یاد بده با اقتدار در جایگاه هم زندگی کنم اینجاست که آسمان برای تو باز ایوب آیا قانون های آسمان رو میشناسی؟ آیا رو زمین اعمال میکنی؟ پس بلش رو به ابرهای اعلان کن تا باران شود باشو گذاری به نام ایسا. آمین آمین, آمین.